رادیو همراه، بفرمایید. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. متشکرم، بفرمایید. آی دکتر، یکی از دوستان و علاقمندان شما از ایران خواستن با شما تماس بگیرم. متاسفانه خیلی مشکل میدونید که اونور خط به هم دلیل از من خواستن که از جناب علی بپرسم در مورد، میدونم برنامه امشب به ارتباط به دلار داره یا نداره، ولی در مورد دلار و طلا میخواستم ببینم که با موقعیت این جو بایدن و مستر ترامپ سیچویشن دلار به کجا میشه. محبت بفرمایید. بعد ببینید عزیز، من اولا برای که کل موضوع به مقدار زیادی روشن بشه، یه گفتگوی تقریبا شاید 100 دقیقه‌ای، برای که برنامه 2 ساعته بود با پیام‌ها که در وسطش بود نزدیک به اون، درباره اصلا اینکه اصولا موضوع دلار و ریال چه است و ماجرای پول و ارز چگونه خواهد بود توضیح دادم. اینی که اگر اون رو میتونید توی یوتیوب پیدا کنید و برای ایشون بفرستید یا بخوان. اما درباره وضعیت کنونی ببینید عزیز، ما یه مقدار کالا و خدمات داریم که در یک کشور تولید میشه، به اضافه کالاهایی که وارد میشه، منهای کالاهایی که صادر میشه. اون رو به طور کلی به عنوان تولید ناخالص، حالا ملی یا داخلی، که با هم متفاوته میشناسیم. پس در یک کشوری شما فرض کنید 100 واحد کالا و خدمات رو توی سال تولید میکنه. در مقابلش یه مقدار پول، اسکناس، حالا کمی هم پشیز، سکه، که اونقدر مهم نیست، اصلا اون چیزی که به صورت سکه خودش رو نشون میده، نه سکه طلا، قصد من نیست، اسکناس در جریانه و ضمن یه پول بانکی، یعنی اون چیزی که بین بانک ها و بین مردم و بانک ها مثل از طریق چک رد و بدل میشه. اینا هم یه حجمی داره. بنابراین فرض رو بر این بگیریم که حجم اینا هم هست مثلا 33. از اونجایی که سرعت گردش پول در یه جایی مانند امریکا یا حدود 3 هست، حالا ایران کمی بیشتره، فرض کنید 3 باشه، 33 واحد هم پول داریم، ضرب در 3 میشه تقریبا 99 سنت. بنابراین ما 100 واحد کالا داریم، 100 واحد هم پول داریم. قیمت هر واحد کالا اگر همه مساوی باشن میشه مثلا 1 تومن یا 1 دلار، چه امریکا باشه چه ایران. بنابراین یه رابطه‌ای وجود داره بین تولید و کالاها و خدمات، یعنی آنچه که تولید یک کشوری است در مقابل میزان پول در گردش. حالا در ایران شرایطی که به وجود آمده به خاطر در حقیقت آنچه که در ساختار اقتصادی ایرانه و بعدا تحریم‌های بسیار سخت و سنگینی که از جانب امریکا و برخی از کشورها نسبت به ایران طی چند سال گذشته اعمال شده، میزان تولیدات ایران رو بسیار کاهش داد. از جانب دیگه به خاطر اینکه درآمدی از صادرات، به ویژه صادرات نفت که در گذشته بود، به دست نمیاد، ورود کالاهای به اصطلاح وارداتی به داخل ایران هم کم شده. بنابراین آنچه که جمع تولید داخلی است به اضافه واردات عدد زیادی نیست. در مقابلش دولت ناچار به دلایل بسیار، از جمله کسر بودجه که وجود داره و بعدم به عنوان استفاده از اهرم‌های سیاست پولی، یه مقدار پول به اقتصاد وارد میکنن و در نتیجه سبب میشه پول چاپ میکنن، کاغذ چاپ میکنن. اصلا اون مسئله اینه تمام این. نه نه، حالا من کاری به چرا اونش ندارم، میخوام عرض من این است که حتما چاپ میشه، برای که در یک کشوری مانند امریکا یا فرانسه یا ژاپن هم پول چاپ میکنن با توجه به سیاستی که دارن، یعنی میخوان آیا حجم پول در گردش رو مثلا از 1 میلیون ببرن 1.5 میلیون، یا میخوان بکنن 500 هزار. اون برمیگرده به سیاستی که هست و امروز میدونیم حربایی وجود داره در ایران به دلیل شرایطی که هست. از طرف دیگه هم یه مقدار هم طور که شما به درستی میگید، با چرایش کاری ندارم، پول به سیستم تزریق میشه، پس بنابراین سطح قیمت ها رو بالا میبره. یعنی قبلا که 100 واحد کالا بود 100 تومن هم بود که هر واحد کالا میشد 1 تومن، حالا که میزان پول در گردش شده 200، معلومه که قیمت ها از 1 تومن میشه 2 تومن، یعنی درست 100% میتونه افزایش پیدا کنه. حالا وقتی که شما میرسید بین 2 تا کشور مثل امریکا و ایران، یا ایران با آلمان یا انگلستان یا اروپا یا هرچه، یه فرض کنید 200-300 تا کالا رو با مقدار اهمیتی که داره میگیرن و به عنوان یه بسکت، یه سبد میشناسن، اینا رو تو کشورها مقایسه میکنن. یعنی میگن اگر شما 1 دلار داشته باشید
چقدر از این مجموعه رو میتونید بخرید و در ایران همون مجموعه رو چقدر باید پول بدید؟ اگر برگشتید گفتید من اینجا باید یه دلار بدم که یه مجموعه از این داشته باشم، ایران وقتی به این نتیجه رسیدن که مثلا 28,000 تومان شما باید بدید که اون مجموعه رو داشته باشید، در شرایط عادی که نرخ ارز شناور باشه رابطه پیدا میشه بین یک دلار امریکا و 28,000 تومان. حالا اگر در ایران میزان پول رو افزایش بدن، قیمت ها بره بالا، این رابطه از 28 میتونه بشه 29. به همین سادگی، یعنی یه ارتباطی بین قدرت خرید در سطح بیلمانیز. البته مسئله به این سادگی نیست، ولی تا حدود زیادی اگر شما بین فرض کنید امریکا و انگلستان، امریکا و انگلستان با فرانسه یا آلمان، کاملا رابطه همینه. یعنی ارتباطی که بین فرض کنید یورو هست یا پوند هست یا دلار هست همینه. به همینجاست که الان وقتی هم که اعلان میکنن میبینید که نسبتی که بین یورو و دلار هست یا بین یورو و دلار کانادایی هست، همون نسبت هم تو پول ایرانه. یعنی این یکی میشه 28 تا، بعد مثلا فرض کنید دلار کانادایی میشه 21,000. این نسبت دقیقاً هم دلار دارن بازی میکنن دیگه. نه، همه چی بازی میشه عزیز. ولی شما جابجا میکردید. اگر قرار بود فقط رو دلار باشه، شما میمدید پولا رو در خارج تبدیل میکردید مثلا به پوند، یا تبدیل میکردید به دلار، یعنی هرچی داشتید بعد میبردید تو ایران. نه، اینا نسبت ها به هم میخونه عزیز. یعنی اگر شما الان تشبه ببرید، فرض کنید که 60,000 تومان داشته باشید، خب 60,000 تومان شما میتونید یا 2 دلار بخرید یا مثلا 3 دلار دلار کانادایی بخرید. ولی اگر بیارید تو بازار امریکا، در مقابل این پول دقیقا این نسبت همون نسبتی است که تو ایران هم هست. نسبتا همینه، حالا ممکنه 3%، 5% پایین و بالا باشه، ولی اینا نزدیک همه. بنابراین اونچه که مهم، حالا از یه طرف دیگه دولت ایران بیش از مثلا بیشتر کشور از جمله امریکا، دلار از طریق صادرات، به ویژه صادرات نفت یا گاز یا پتروشیمی یا هر چیز دیگه، در اختیار دولته، یا بیشترش در اختیار دولته. بنابراین دولت میتونه یه کاری دیگه هم بکنه، خود دلار رو بیاره تو بازار. یعنی فرض کن اگر امروز بانک مرکزی تصمیم گرفت که مثلا 1,000,000 دلار پول رو بیاره تو بازار و بفروشه، قیمت دلار میاد پایین. یعنی از 28,000 تومان میشه 27,000 تومان، 26,000 تومان. اگر دولت خب دقیقاً، برای اینکه آخه اینا رو میشناسیم عزیز، اینا یه واقعیت‌های اقتصادیه و خیلی عادی و طبیعی. حالا اگر تصمیم بگیرن که برای یک ماه آینده ما پولی رو وارد بازار نمی‌کنیم، قیمت از 28 میره 29 و 30. بنابراین یه چنین تغییر است. یعنی در حقیقت بایدن و ترامپ تأثیری نخواهند داشت؟ اونا خدمتتون عرض میکنم. بنابراین شما بذارید اصلش رو متوجه بشیم. پس بنابراین این مسئله در این چارچوبی که شما بهش اشاره فرمودید به این گونه عمل میکنه. تأثیری که روی سکه و روی مثلا املاک و مستغلات میذاره با فاصله است. یعنی تقریبا همون هفته یا ظرف 10 روز یا 2 هفته، البته با توجه مثلا به نرخ طلا که خودش مطرحه، اگر شما دلار رو اومدید 10% بردید بالا، باید انتظار یه 10% مثلا سکه رو هم بیش از اونی که بوده مثلا ظرف چند روز آینده داشته باشید. اما مستغلات خونه میره روی 3 ماه 6 ماه بعد، که البته تاثیر قبلی ها الان میکنه، تاثیر الان شروع میکنه به وضعیت رو دگرگون کردن. بنابراین یه رابطه بین تومان، دلار، سکه و مستغلات و البته بقیه کالاها وجود خواهد داشت. اما اینکه شما به من بفرمایید انتخابات چه میشه، انتخابات امریکا به نظر میرسه برخلاف تصور بسیاری که مقایسه میکنن با 2016، احتمالاً احتمال بیشتری داره که آقای بایدن این رو ببرن. حالا موضوعی که مطرح میشه در خصوص ایران اینجاست. اگر فرض رو بر این بگیریم که آقای ترامپ سر کار باشن و بخوان فشارهای ایران رو بیشتر کنن، گرچه گفته شده دیگه بیش از این واقعا به ایران نمیشه فشار آورد، نتیجتاً اگر ایشون بیشتر کنن قیمت دلار بالاتر میره. اگر فرض رو بر این بگیریم که آقای بایدن بیان سر کار و ایشون به اون اندازه یا از اون راههایی که آقای ترامپ عمل میکنن در جهت تحریم ها یا هر چیز دیگه عمل نکنن، معلومه که هم شرایطی فراهم میشه برای فروش کالاهای ایران، یعنی صادرات، که زمینه برای تولید درآمد ارزی میکنه، به مقدار کالا رو وارد میکنه، ضمن شاید یه فرصت تنفسی هم بده برای بهبود اوضاع اقتصادی.
بنابراین برمیگرده به سیاست ها. اشکال کارین عزیز که متاسفانه این دو تا حزب درباره سیاست خارجی یا مسائل کلی به هم بسیار نزدیکن، یعنی ممکنه در موارد داخلی اختلاف نظر بسیار داشته باشن، اما با آنچه که برمیگرده به مسائل سیاست خارجی و بین الملل به مقدار زیادی یکسان به موضوع برخورد میکنن. بنابراین با رفت و آمد حکومت ها اونقدر تغییر هست، ولی اگر فرض کنید در یه مورد داخلی 30% تغییره، در یه مورد خارجی فقط 3% یا 5% تغییره. اینه که با تغییر انتخابات در امریکا اولا اونقدر تغییراتی خاصی به وجود نمیاد، دوم وقت بره عزیز، یعنی این کارا 6 ماه بعد تأثیره، چون اولا آقای ترامپ تا 20 ژانویه که همچنان رئیس جمهوره، ای بسا حالا به دلیل اینکه اهمیتی نمیده انتخاب شد یه جور، انتخاب نشد یه جور دیگه، میتونه فشارها رو بیشتر کنه اگر بخواد. پس بنابراین شما هنوز یه چیزی نزدیک 2.5 ماه با بسا دولت آقای ترامپ روبرو هستید، یعنی بس سوم فرض کنید نوامبر اگر مشخص بشه تا 20 ژانویه. 20 ژانویه وقتی که آقای بایدن، اگر آقای بایدن انتخاب بشه ریاست جمهوری رو بگیره، تا بخواد اوضاع به چرخه 2-3 ماهی طول میکشه تا یه تغییرات پیدا بشه. البته یه مقدار از تغییرات بلافاصله میتونه خودشو نشون بده، ولی کل تغییرات چند ماهی وقت میگیره. اما مشروط بر این که فرض ما این باشه که دو تا سیاستی که در جهت ایران اعمال میشه متفاوت باشه، ولی همونطور که عرض کردم سیاست خارجی امریکا به مقدار زیادی ثابته، برای که یه گروه حرفه‌ای طرح و برنامه رو میدن و هیچ کدوم از این احزاب مخصوصا ریاست جمهوری اطراف اونقدر آگاهی و توانایی ندارن که کار از دست آدمایی که 30 سال تو وزارت امور خارجه کار میکنن و یه خط مشی برای دولت امریکا دارن به این راحتی ها تغییر پیدا نمیکنه. نه اینکه بگم اصلا تغییر پیدا میکنه، برخی از اوقات یه کسی مثل آقای ترامپ میتونه بیاد خیلی چیزها رو به هم بریزه، برای که قدرت ریاست جمهوری بسیار زیاده. ولی اینکه شما من بفرمایید انتخابات امریکا در کوتاه مدت مثلا ظرف 3 تا 6 ماه آینده تاثیرات خیلی چشمگیری به صورت واقعی در بازار و اقتصاد ایران داره، اونقدرها نیست. بنابراین اگر شما فکر کنید که دلار مثلا نوسانش به هم بین 25 تا 30 میمونه، یعنی دلاری که 28,000 مثلا اگر بین 25,000 تا 30,000 میمونه، و البته برم میگره به مقدار زیادی به تصمیمی که دولت ایران میگیره درباره این که از بازار رو چگونه نگه داره، از نظر اقتصادی صلاح کشور رو در چی بدونن، که آیا صلاح که افراد باشن که باز متاسفانه دلار میده پاس بیشور بازی افراد. نه ببینید، مطلبی که شما میفرمایید یه فرضی داره، فرضش اینه که به دلیل شرایط خاص یا آنچه که به عنوان مدیریت یا سوء مدیریت میگن، اینا تولید رو در داخل ایران افزایش ندن، چون اگر اون افزایش پیدا نکنه از یه طرف، ضمناً به دلیل نیازی که از حجم پول در گردش رو افزایش بدن، حق با شماست، افزایش قیمت ها و تورم بیشتر خواهد بود، افزایش قیمت دلار هم به تبع او نه به همون نسبت به دنبال خواهد بود، بنابراین میتونه این وضعیت ادامه پیدا کنه. ولی اگر یک، در جهت داخلی تصمیماتی گرفته بشه که تولید رو افزایش بدن، دو، به دلیل فشارهایی که برشون هست و اونا کمتر بشه، یا ایران امکان صادرات مخصوصا نفتش رو داشته باشه که با اون درآمد ارزی داشته باشه که اون پول رو بتونه وارد، یعنی با کالا رو وارد اقتصاد ایران کنه، خب میتونه قیمتها رو افزایششون رو کم کنه، متوقف کنه، یا در شرایط خیلی خاصی پایین بیاره، در نتیجه نرخ دلار هم پایین بیاد. ولی مسئله رو امروز ببینید، فقط شاید 5% مرفی رو 1 یا 2% مردم ایران با دلار کار دارن، برای ایرانی دلاره مهم نیست، یعنی گوشت و نونی که میخره چون در ارتباط، ببینید دلار تحت تاثیر گوشت و نونه، دلار گوشت و نون اثر نمیذاره، برای که دلار یک کار است. عرضه و تقاضا فایده چون نه، آخه داستان عرضه و تقاضا مال کل، ببینید شما هزاران هزار کالا دارید،
و دلار هم خودش یه کالاست عزیز. به همجاست که فرض کنید فردا دولت ایران تصمیم بگیره هر چی ذخیره ارزی داره رو بریزه تو بازار، قیمت دلار میتونه تا بیاد به 15000 تومان نصف بشه. بنابراین خودش یه کالاست. اصلا به قیمت نون و گوشت هم قیمتش بره بالا. یعنی میخوام به شما بگم در این تجزیه و تحلیل تکلیف کار از این بابت بسیار بسیار روشنه. اگر هم دوستان میخوان خیلی بیشتر و بهتر بدونن، کتاب پول و کتاب ارز و کتاب سیستم پولی بین المللی رو که آقای دکتر محمد مشکات اون زمانی که من دانشگاه تهران بودم دوره فوق لیسانس نوشته شده، اونا رو اگر بخونن، یک کتاب پول هست، یک کتاب ارز، یکی سیستم پولی بین المللی، این سه تا کتاب در حقیقت مبانی اصلی و اساسی سیاست پولی یا اقتصاد پولی رو میتونه نشون بده. به هر حال امیدوارم این توضیحات برای شما و دوستتون کافی باشه. یه نهایت از محبتتون متشکرم. از قرار معلوم طرفدارای زیادی دارید شما آقای دکتر. لطف و محبت. امیدوارم شما جزشون شما جزشون نباشید که به تدریج جز طرف. اگه جزشون نبودیم به شما زنگ نمی‌زدم آقای دکتر. لطف و محبت. سپاسگزارم. ممنون از شما. خدا نگهدارتون.